اسم من شاپوره و خیلی خوشحالم که اینجام و عزیزانی که منو میبینن و شهادت منو میشنون که به عیسی مسیح ایمان آوردم، خوشحالم که به اینا بگم که چجوری به عیسی مسیح ایمان آوردم. در کل چون توی یه دین قبلی بودم و بعد به چیزهای مذهبی زیاد میرفتم و بعد کل مذهبی نبودم، ولی کلن خب به یه مذهبی وابسته بودم. و یه روز شد سال 1975 میکنم 1352 بود، یه دونه خونه داشتم درست میکردم برای خانوادم. بعد منم چون مجرد بودم با هم زندگی میکردیم، یه روز گچ میکشید و فلان، بعد داربست درست میکنن. داربست ها رو که خراب کردیم، داربست ها افتادن، یه چوب درست مثل چوب صلیب عیسی مسیح نشست پایین. بعد من به اون گچکارو گفتم بیا نگاه بکن ببین چقدر خوشگل صلیب عیسی مسیح اومد پایین. اونم خب از دین قبلی مثل من اومد یه لگد زد به این، گفت برو بابا، یه بدم گفت. همین چوب برگشت خورد به صورتش. این هرگز یادم نمیره که این چوب برگشت خورد به صورتش. بعد از سالها گذشت، تو جوانی هم که خب میدونی ما مشروب میخوردیم، نمیدونم سیگار و همه کارها رو آدم میکرد در اون موقع که نمیدونستیم چی به چیه، چی خوبه چی بده، چون اون دین قبلی هم به ما یاد نداده بود که این کارها بده، نکنین این کارها رو. ولی در کل خب ما جوان بودیم این کارها رو میکردیم، تا رسید که من از ایران بیرون اومدم به اروپا. پاکی بودم، یه جاهایی رفتم که بیشتر کلیسا بود و بعد بچه های مسیح ارامنه اونجا زیاد بودن، بچه های امریکایی مسیح اونجا زیاد بودن. خیلی بچه ها با هم گفتم، منم خیلی شوق داشتم ببینم کلیسا اصلا چجوریه، برم داخلش ببینم چجوریه، چجوری اینا مثلا اجرای احکام میکنم به قول ما. بعد رفتم تو، دیدم اینا بعد از دعا و صحبت کردن ساز و دیگه نمیدونم همه چی هست اونجا، کیبورد و دیگه میزنن قشنگ میخونن و فلان. خدایا ما توی قبلی بودیم، اون دین قبلی ما اینجوری میگفت، همش میگفت گریه کن، همیشه میگفت که عزا بگیر، چجوری اینا با شادی و فلان خدا رو میپرستن، یعنی خدا قبول میکنه این چیزا رو. من برای خودم داشتم همینجوری صحبت میکردم، بعد دیدم نه خیلی خوشم اومد از این، واقعا که خدا رو با ساز و آهنگ پرستش کردن چقدر خوبه که هم رویه آدم شاد میشه، هم دل آدم شاد میشه، هم به خدا نزدیکتر میشه. اون روز شد اومدم، ولی چون تو دین قبلی بودم همیشه میترسیدم. دین ما یه جوریه که آدم ترس برمیداره ازش، مثلا از این دین بیاد بیرون او الان خدا یه چوبی داره میزنه تو سرم، یا من میندازه الان تو جهنم، تو آتش الان نگه میداره. همیشه از این صورت ها بود که مثلا میترسیدم که خداوند همین الان مثلا منو بزنه از ترس. ولی این ترس خود خداوند از آدم میگیره، میگه که واقعا با خدا نشستن و صحبت کردن چقدر خوبه، چقدر راحت، حتی از پدر جسمانی آدم هم راحت‌تر میتونی با خداوند صحبت بکنی. البته من سنگین، خیلی سنگین به عیسی مسیح ایمان آوردم. به من میگفتن دوباره بیا، میترسیدم، گفتم نه من دیگه نمیام. یه روزایی شد دوباره دیدم یه بچه‌ها مثلا از دین قبلی اومدن، گفتم شما چی شدین؟ گفت مسیحی شدین. گفتم یعنی دینتونو فروختین؟ دینتونو فروختین به مسیح، مثلا اومدین یه دین دیگه گرفتین؟ گفت نه اینجوری نیست که تو داری میگی، دین نیست اصلا، مسیحیت دین نیست، ما اومدیم به عیسی مسیح ایمان آوردیم. گفتم خب بالاخره عیسی مسیح اینا میگن خداست، این نیست که. یه دونه منستر امریکایی بود میومد با من، میگفت خب این کتابو بهت میتونم بدم، انجیلو که مثلا بخونی. من میگفتم نه انجیل نمیگیرم. گفت چرا؟ اینم کلام خداست. گفتم نه کلام خدا واقعا اون دین قبلی من بود، این نیست. بعد یه روز بالاخره ما گرفتیم اینو، گفتیم خب اشکال نداره، از دستش میگیریم، امریکایی بده، از نظر شخصیتی بده. گرفتم ازش گذاشتم رو تاخچه خونه،
بعد من اینو گذاشتم، این خاک خورد، فلان خورد، یک ماه دو ماه گذشت، بچه ها می اومدن می گفتن بیا کلاس، مثلا کلاس عقیدتی، نمیدونم اون ایران می گفتن عقیدت سیاسی و چی از این عقیدتی های مذهبی. بعد می گفتم نه من نمیام، می خوای منو ببریم به دین دیگه، من دین خودم رو نمی فروشم. همیشه این عقیده رو داشتم، در صورتی که من می خواستم به خدا نزدیک بشم، هر چی می خواستم به خدا می خواستم نزدیک بشم. به هر حال یه روز داشتم قدم می زدم توی همون مثلا جنگل های اونور اروپا، یه صلیب پیدا کردم. این شد دومین صلیب، 52-74 1974، این دومین صلیب بود که پیدا کردم. البته نمیدونم نقره بود، حالا این دیگه چیه، مثلا نقره فلان چه کارم، ولی صلیب پیدا کردم، یعنی دومین صلیب خداوند به من نشون داد. باز قبول نکردم، اومد ای با من صحبت کردم فلان کردن، حتی کلاس اینام رفتم با اینا بحث میکردم، الان بابام مرده مثلا تو جهنم شما دارین یه حرفی میزنین. میگم نه اون دیگه خود خدا میدونه. گفتم آقا اینا اینجوری که شما میگین، اون که به عیسی مسیح ایمان نیاورد، نرفته به طرف عیسی مسیح. به هر حال بعد از بحث و جدل های زیاد یک دو ماه دیگه گذشت، این یک دو ماه گذشت، ما رفتیم آقا یه دونه صلیب دیگه خداوند پیدا کردیم. این دفعه صلیبش طلا بود، به قول یه دونه بچه ها میگفتن آقا برادر شاپور اگه تو میموندی صلیب الماس هم پیدا میکردی. من دیگه همون صلیب طلا بود پیدا کردم، این سومین صلیبی بود که من پیدا کردم. بعد گفتم الان که خداوند داره این صلیب به من نشون میده میرم. رفتم کلیسا، بایبل استادی، یواش خوشم اومد، نشستم بایبل خوندن، دیدم هر چی میخونی از محبت عیسی مسیح، هر چی میخونی از محبت خداونده، یعنی یک کلمه بد توش باشه نیست. میگه اگه دشمنت تو رو فوش داد، دشمنت میخواد تو رو بکشه، تو اونو نفرینش نکن، دعا بکن براش، اونو بسپار به دست خداوند. اگه کسی سیلی میزنه به صورتت، تو صورت تو برگرده اون سیلی دیگه بزن. اگه کسی یک دلار ازت میخواد، البته گفتیم اینجا دلار، اونجا پول ایران بود، اگه یک تومن به ازت میخواد مثلا بهش دو تومن بده، احتیاج داره، اگه کسی دست دراز کرد، دیدم همیشه از محبت خداونده. گفتم خدایا، یکشم نشستم گفتم خدایا من گیج شدم از این، از دین قبلی خودم اومدم، الان خیلی گیجم، نمیدونم چیکار بکنم، خدایا تو اینو برام باز کن. من هر چی میخونم از کلامت خوشم میاد، ولی من هیچ وقت نمیتونم تو رو به خدایی قبول داشته باشم. یک انسان چجوری به خدایی قبول داشته باشم؟ بعد از یه مدت گذشت ما اومدیم امریکا. امریکا اومدیم با این بچه ها نشستیم، با بچه ها رفتیم کلیسا، بایبل استادی دوباره. حدوداً 10 سال طول کشید تا عیسی مسیح به خداوندی خودم قبول بکنم. تا خدا برای آدم باز نکنه چیزی رو، شما نمیتونین زور به کسی بگین که عیسی مسیح خداونده. ولی این خود خدا بود که برام باز کرد، این خود خدا بود که معجزات بیش از حد برام کرد. من توی اروپا خیلی ناراحت بودم واقعا، یعنی عصبی شده بودم، دپرس شده بودم، خیلی عصبی شده بودم. این خدا بود که راه رو برام باز کرد بدونی که هیچ کاری بکنم، حتی به مسیحیت ایمان بیارم. حتی میگم خداوند وقتی بخواد خودش به شما نشون بده، هزارون معجزات میکنه. بعضی های احتیاج دارم، مثلا میگه خدایا من میام وقت ازت میخوام پول به من بدی یا فلان، خداوند از اون راه بهت کمک میکنه، پولم بهت میده. به هر حال اومدیم توی امریکا، بعد غسل تعمیدم نگرفته بودم، باز خدا رو قبول نداشتم، عیسی مسیح به خداوندی قبولم. ولی در اون آیه که خداوند میگه در یوحناس فکر کنم میگفت که شاگردش توما یه روز به بچه‌ها نشسته بودن دور، بعد از که خداوند به آسمان رفته بود، گفت من قبول نمی کنم اینو تا من دست عیسی مسیح رو که سوراخ کرده از دست نزنم به خداوند ایمان نمیارم، باید با چشم خودم ببینم. بعد خود عیسی مسیح ظاهر شد، گفت که خوشا به حال، بیا دست تو روی دست سوراخم بذار، خوشا به حال کسی که ندیده من قبول بکنه، ولی تو الان منو دیدی قبول کردی. تو آیه میگفت خداوند که
منو میبینی، پدر میبینی، پدر میبینی، منو میبینی. باز من در پدرم، پدر در منه. اینا برام ثابت میکرد که مگه میشه یک آدم بتونی یه انسان مرده رو صدا بزنه بگو از غب بیا، الازر بیا بیرون. این برام خیلی تعجب بود که بس این نیروی خداوند بود، بس این خود خداونده که جس پوشیده اومده که مرده رو زنده میکنه. این همه معجزات خداوند کرد که منی که خداوند ایمان آوردم با دعای ساده به نام عیسی مسیح یک مریض شفا پیدا میکنه، من چجوری میتونستم این رو رد بکنم؟ چجوری میتونستم تو بکران قبلی من باشم؟ بکرانی که همیشه منو میترسوند از خدا، از خدا خیلی دور بودم، ولی الان خداوند نزد منه، خداوند زنده است. من میتونم با هر لحظه با آیه صحبت بکنم، من میتونم با آیه خداوندی که تو ماشین نشستم راز نیاز بکنم، توی خونه نشستم راز نیاز، مثل یک آدم عادی بشینم با آیه صحبت بکنم. ولی من خیلی خوشحالم و از اونایی که میخوام که دارن این تستمونی رو گوش میدن، به همین سادگی خداوند من لمس کرد. ولی با سالهای خیلی دور، از 20 سال 25 سال طول کشید تا خداوند منو آورد نزد خودش. از ترس بیایم بیرون، از هیچ چی نترسیم، به خداوند تکیه بکنیم، نگاه ما به خداوند باشه. وقتی به نگاه ما به خداوند باشه، خود خداوند برای ما باز میکنه اون چیزی که ما میخوایم. من فکر میکنم از یک دوست که باش خیلی نزدیکیم، خداوند از اون به ما نزدیکتر، حتی از فرزندان نزدیکتر، از شوهر یا از زن نزدیکتره. راحت میتونی باهاش صحبت بکنی، هر خواسته ای داری میتونی از خداوند بگیری. قلب تو باز بکن برای عیسی مسیح. فکر نکن که از بکران قبلی هستی. فقط یک بار آزمایش بکن، هیچ کاری نداره، در گوشه اتاق خودت خلوت بشین، بگو خدایا واقعا اینایی که این حرف میزنن برای توی میگن عیسی، ای عیسی مسیح، میخوام امروز به من نشون بدی واقعا تو کی هستی. فقط یک کلمه، ببین خدا برات باز میکنه اینو یا نه. همینجوری که برای من باز کرد، همینجوری که برای خیلی ها میلیون ها آدم باز کرد، همینجوری که خدا رو شکر در ایران الان آدمای زیادی، هزارون هزار نفر دارن به عیسی مسیح ایمان میارن. و حتی برای اون مسلمون، برای بهایی، برای یهودی، برای هر دین و باوری خداوند باز میکنه که عیسی مسیح خداوند در جسم اومد، برای گناهان من و شما اومد، با کفاره دادن خون، با جونش داد، به آسمان رفت برای من و تو. همین که گفتم قبلا ترس بیش از حد تو اون دین داشتم که به خاطر که بیام به عیسی مسیح ایمان بیارم، علی خیلی فرد عصبی بودم، فرد ناراضی بودم، همیشه از زندگیم ناراضی بودم. من در اوج زندگیم بودم، ناراضی بودم، یعنی تو ایران کمپانی بزرگ داشتم، خیلی در اوج بودم، ناراضی بودم، برای اینکه یاد نگرفته بودم با خداوند مشورت بکنم، یاد نگرفته بودم که خداوند میتونه همه این چیزها رو از من برداره، چیزهای کهنه‌ای که در من هست در وجودم برداره به چیزهای تازه. الان احساس میکنم که خیلی سبکم، احساس میکنم که با خداوند خیلی نزدیکم. اگه ناراحتم باشم، میشینم با خداوند راز نیاز میکنم، اینی که مثلا با رفیقم راز نیاز میکنم، یا با بابایم یا با مامانم دارم راز نیاز میکنم، خیلی ساده میشینم با خداوند. واقعا الان من بهتون بگم 5 ساله که به اسم هیچ چیزی قسم نمیخورم، این کار خداونده. سعی میکنم، هیچ آدمی کامل نیست، هیچ کس کامل نیست، واقعا هیچ کس کامل نیست. حالا ببینیم خداوند در منی که عصبی بودم، مشروب خور بودم، سیگاری بودم، خیلی صفات بد دیگه داشتم، فوش میدادم، شاید مردم کلا میذاشتم به سر مردم، سر اون کسبی هم که میکردم کلا میذاشتم به سر مردم، همه این کارا. ولی الان خداوند شکر میکنم که از همه چی من بیرون آورد، حقیقت به من نشون داد. واقعا خدا رو شکر میکنم که برای این صفاتی که الان من پیدا کردم. واقعا نه دزدی حاضرم بکنم، نه دروغ بگم، نه سر کسی رو کلا بذارم، نه حاضرم دل کسی رو در بیارم. اگه کسی با من بده، سعی میکنم که دلش به دست بیارم. واقعا از خداوند شکر گذارم، متشکرم که هیچ کینه به هیچ کس ندارم. این یکی از صفات خیلی عالیه که خداوند در من گذاشت. و در آخر میخوام که واقعا میخوام کسایی که میشنون
آزمایش میخوام بکنن خدا رو، هر کاری بکنن برای یک بار بشینن با عیسی مسیح راز نیاز بکنن و بدونن که عیسی مسیح خداونده. من 3 بچه دارم، 2 پسر 1 دختر که بزرگ شدن، همینجا بزرگ شدن. با خانومم که اومدیم امریکا، از اون روزی که به عیسی مسیح ایمان آوردم برایشون خوندم انجیلو. بچه های من الان به عیسی مسیح خدا رو شکر ایمان آوردن، خانومم به عیسی مسیح ایمان آورد. شکرگزارم واقعا که همه ما به عیسی مسیح ایمان آوردیم، چون حقیقت چیزیه که خود خداوند باز میکنه. من کسی رو زور نمیتونم بگم که حتی زنم باشه بچه‌م باشه که زور تو بیا به مسیحیت، زور تو بیا به یه دینی. هیچ کس زور به هیچ کس نمیگه، هر کس باید خودش بخواد و واقعا از خود خداوند بخواد، خداوند براش باز میکنه. و اگرم دستم برسه هر جا که باشه بشارت میدم برای عیسی مسیح، باز هیچی هم نمیترسم، واقعا هم از هیچی نمیترسم. ولی خدا رو شکر میگم که خانواده مسیحی دارم و در عیسی مسیح دارم زندگی میکنم و شکرگزارم.